کلاس جامعه بیاید، ولی واقعیت این که وجدانم بهم اجازه نمیداد که بگم کلاس جامعه بیاید، چون این کلاسه که به نفعتونه و به دردتون میخوره. حتی اگر شما تراز 7000 خورده ای 8000 داشته باشی، تو قلمچی مثلا کانون نفر اول کشور باشی، این کلاس برات خوبه، نه کلاس 12. اما جواب میدم اینستا، حالا امروز کلاس داشتم جواب ندادم، من تمام ریکوستام و اینا رو همه رو جواب دادم و امروز شروع میکنیم به امید خدا با ایشالله به امید خدا خط میخوایم شروع کنیم. حالا شاید بعضیاتون فرست کلاس کنکور منو که در مورد خط شروع کردم حرف زدم دیده باشید، ولی اینجا فرق میکنه کاملا. اونجا اگه مثلا 20 دقیقه طول کشید تا به تست 3 رسیدیم، اینجا یه ساعت طول میکشه تا برسیم. من باید خیلی آهسته آهسته آروم شمرده شمرده درس بدم و جلو ببرم کارو. کارگاه های تابستون شما در واقع یه جوری طراحی شده برای اینکه تمام خلاهای طول سالمون رو بگیره. هر جا که طول سال میخوایم یه مبحثی رو بگیم برای پایش وقت نداریم، از الان دارم پایش رو برات میسازم. پس با نام و یاد خدا شروع میکنیم از درس اول، کارگاه اول، یعنی خط. بچه ها حتی اگه اون فرست کلاس رو دیدید، این کلاس رو باشید، از دست ندید. این کلاس خیلی بهتر از اون کلاسه برای شما. ما از این خطه میخوایم تقریبا تو 70-80% کل فصلامون استفاده کنیم. یعنی از فصل یکت بگیر، فصل دوت بگیر که هندسه است، فصل ست بگیر تابه است، تو مثلثاتت، تو حدت، توی لوگاریتمت، تو همه اینا این خطه حضور پررنگ داره. خب بچه های گلم، ما یه تابع درجه یک داریم، یه معادله یه درجه یک داریم. میخوام در مورد اینا حرف بزنیم. این معادله یه درجه یکه، این تابع درجه یک. وقتی که میگه تابع درجه یک یعنی f x، این که حالا شما با تابع آشنایی دارید یا نه برای من اصلا فرقی نمیکنه. من میخوام درس بدم اصلا. تابع مثل یک ماشین میمونه. ماشین نه اینکه حالا یاد مثلا تراکتور و بنز و بی ام و اینا بیفتی. مثل یک مثلا تو کارخونه مثلا ماشین تولید مثلا لباس تو کارخونه تولید لباس میکنه، نخ ورودی میگیره، الیاف و ورودی میگیره، مثلا به تو تیشرت میده، یا به تو مثلا شلوار جین میده، یا مثلا به شما جوراب میده. ورودی ها ایکسن که اعضای دامنه تابعن، ایکسن در امتداد محور ایکس ها هستن. خروجی ها اف آف ایکسن، یعنی افانکشن آف ایکس. پس ایکس که میاد تو اف، افی میشه، اف ایکس یا ایگرگ میاد بیرون. اینا رو بهش میگن برد تابع، خروجی ها که در راستای محور ایگرگ ها هستن. چیزی که برای ما بسیار اهمیت داره ایگرگه. من تو جلسه صفرتون مثلثات گفتم، مثلا یهویی هم مثلثات گفتم ها، مثلا اشکالی هم نداره، ما بعدا سر کلاسمون این جلسه مثلثات خواهیم خوند، اصلا نیازی به اونا نداریم. خیلی سریع یه جورایی مثلا برای که قدرتمو نشون بدم مثلثات گفتم، ولی اصلا کاری نداریم، اصلا چی هم بلد نبودی، اصلا ندیدی هم هیچ اشکالی نداره، اونا حتما بعدا گفته میشه، ولی از الان درست خیلی مهم و حیاتیه. خب اول در مورد تابع درجه یک صحبت کنیم. پس تابع مثل یه ماشینه، حالا ممکنه درجه یک باشه، ممکنه درجه دو باشه، ممکنه درجه سه باشه، درجه چهار باشه، درجه شیش باشه، ممکنه که کسری باشه مثل یک ایکسون، ممکنه که قدر مطلقی باشه، ممکنه که لوگاریتمی باشه، نمایی باشه، مثلثاتی باشه، اقسام مختلف میتونه داشته باشه. الان ما داریم در مورد تابع خطی صحبت میکنیم، یا تابع درجه یک. خب تابع خطی، مشخصات تابعش، چرا بهش میگن تابع خطی؟ چون نمودارش به شکل خط راسته، یعنی رابطه طوریه که نمودارش به صورت خط راست در میاد. به آ میگن شیب خط و به ب میگن عرض
از مبدأ. در مورد اینا با هم صحبت کنیم. اول در مورد مفهوم شیب با هم صحبت کنیم بچه ها. ببینید وقتی یه خط به شما میگن، ببین این خط الان شیبش صفره، هیچ شیبی نداره. یعنی شما ببین شیب یعنی که شما وقتی به سمت جلو